دو تا داستان مثل هم براتون پخش میکنم، شبیه به هم. یکی الهه سازی، خداسازی از مسیح مقدس که میخوان خداسازی کنن دیگه. می همون گفتم مسیح رو که نمیتونن بگن گرداننده این دنیا خالقه، چیکار میکنن ببینید، بعد تماس رو بس میکنیم. این مسیح رو میارن، میگه که این برادر، این خانومشونه، این آقایی که مرده، این خانومشه، خانوم این آقاست که مرده، تو کی هستی؟ خانومشی؟ خب بیا، این خانومشه. خب جیزس، ایسا، همه بگید ایسا، همه بگید ایسا. الیوت، 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 میبینی مسیح، مسیح، دستتون رو بیارید بالا، دستای راستتون رو برید بالا، تکون بخوره دستاتون دیگه، ورد داره میخونه. الان میخواد چیکار کنه؟ میخواد با قدرت مسیح این مرده رو زنده کنه. مرده است و خانوادش هم هستن اونجا، حالا ای داره انرژی مسیحی بهش میده، حالا شکمشو میگیره، یه انرژی مسیحی بهش میده، زنده شد، زنده شد، مرده زنده شد. زنش غش کرد، این چیه؟ عیسی مسیح، من قبل از این تا الان ندیدم چون چیزی را. نه غیر از این ندیدم. بب. و این شیوه زنده کردن مرده نزد مسیحیان برای چی؟ برای اینکه خب خدا نیاز به یه چیزی داره که نشون بده، یه قدرتی داره باید نشون بده. اگه اسم این خدا مسیح باشه، آقا یه قدرتی باید داشته باشه دیگه، باید یه کاری انجام بده. مثل اون آدمی که درد داره، یه نون مسیحی بهش بدن و آقا این یه اتفاقی براش بیفته، درداش تمام بشه، این مرده رو دیگه زنده کنه. این بعد این فکر نکنید نمایش مسخره بازیه، غرق شدن درشا. نذارید، فکر نکنید که ما تو ایران بسیار داریم کسایی که غرق شدن. فکر میکنید اون کسی که داره ذریح لیست میزنه از این کمتره؟ از اطرافیان این کمترن؟ غرق شده در شرکش، غرق شده، میفهمید؟ دیگه سخته بیاریش بیرون، چون غرق شده، رفته زیر. این همه آدم دوره این هستن، یکی از معروفترین کشیش‌های مسیحی برزیله، معروفترین کشیش‌های مسیحی برزیل، یه نفر آورده بلندش کرده، بعدا معلوم شده که این مراسم از قبل در واقع برنامه‌ریزی شده بوده و این آقا تو گذشته تصویربردار مراسم این کشیش بوده و نمرده اصلا، بعدا در آورده دیگه، نمایش بازی کرده، بقیه هم میگن وا ببین خب مسیح عجب قدرتی داره، جیزس، هاللویا، بلند شد، مرده بود. فهم میکنید خیلی احمقانه است؟ به نظرتون، به خیالتون خیلی احمقانه داره میاد؟ ما احمقانه تر از این تو ایران داریم. ببینید میشد به روح قوی گرده رضا سلامت الله علیه در حال دریافت شفا بود. مثلا میگو یه دختر فلجی رو 16 اون 17 سالش بود از کاشمر آورده بودن، فلج مادرزاد بود، این طرف سمت چپ من یه پسر دیوونه ای را بودن با زنجیر بسته بودن، سه نفر مواظبش بودن، این سمت راست من، در آن واحد حضرت شروع کردن به این دوتا عنایت کردن، این دوتا شروع کردن دریافت کردن، روحشون وصل شده، تو اون دریافت من حس کردم، داد زدم دارن شفا میگیرن، دارن شفا میگیرن، یه دفعه دختر از جا بلند شد، دختری که تو عمرش بلند نشد از جا بلند شد، گفت مامان حضرت رضا آمدن منو شفا دادن. اون ناصر دیوونه که سمت راست من بود که با زنجیر وسط بودنش، اونم گفت زنجیرامو واکن آقا دست به سرم کشیده. خداوند ان شاء الله
همه ما رو آدم کن. این آقا، این آقای عمامه به سر کلاشتر از اون کشیش مسیحی فکر میکنید؟ آقا دو تا دو نفرشون به معنی واقعی کلمه دارن از غیر خدا طلب شفا میکنن.